نظامی یا غیر نظامی، نمیخوان زیربنای ایران تقویت بشه. لذا رفتن دنبال اون سیاست که در عراق هم خیلی جواب داد. گفتن نفت رو باید بفروشه، پولش باید بره تو سازمان ملل، در یه حسابی در اختیار سازمان ملل. سازمان ملل هم آماری از کشور عراق بگیره و هر خانواده جیره‌ای تهیه کنه، اون جیره رو با اون پول همه چیز که تهیه میکنه یه مجموعه رو به خانواده بده و همین کارم شد. حتی بعد از پیروزی و سقوط صدام و همه اینا که شده بود، سالها همون سیاست عمل می شد. یعنی مردم دیگه با اون مجموعه، با اون سبد کالا زندگیشون تطبیق داده بودن و همون عفت شده بود. همون سازمان ملل هم می داد و اون شبکه داشت، یه شبکه منظمی داشت که همه برسه. اینا چه این نقشه ای برای ما داشتن که ما رو برسونن به اینجا. اگر این اتفاق در ایران می افتاد، ما در اون روز شرایطی پیدا، مردم ما مردم عزتمندی هستند، خیلی به شخصیت ایران و ملت ایران برخورد میکرد، تحقیر میشدن مردم که ماموران سازمان ملل بیان غذای ما رو بدن. این اتفاق می افتاد. ما اون گفتم و ایشون الان در ایران کار میکنه، اون سفیرمون آدمش که همه قبولش داشتیم، آدم صادق است. قبلا در دوره اول و دوم مجلس هم نماینده مجلس بود. ایشون این خبر رو آورد و تأکید کرد مسئله جدیه. حالا اگرم احتمال میدادیم جدی نیست، ولی این خبر کافی بود که ما به فکر بیفتیم، نگذاریم این اتفاق بیفته. اگه اتفاق میفتاد دیگه فاتحه همه چیز خونده میشد. خب این تلاشی، البته این تلاش حل